مخاطب عدالت همه مردمان، همه زنان و مردان مخاطب عدالتن، همه ما باید منصف باشیم. حکومت ها مخاطب ملتن، دولت ها مخاطب عدالتن. عدالت به دولت ها عاد که در راس قرار دارن و مدیریت میکنند کشور را و ملت را، باید منصف باشند، انصاف داشته باشند. فساد و ظلم و همه اینا برخلاف عدالت، عدول از عدالت، و همه حکومت ها باید عدلانه رفتار بکنند، منصفانه رفتار بکنند، عدالت را اجرا بکنند. همه ملت ها، همه ماها، همه مردم مخاطبن به عدالت، و مردم باید عدالت را رعایت کنند. عدل وقتی می آید، انصاف می آید، آرامش می آید، امنیت می آید، امنیت فکری می آید. دولت ها باید آزادی قائل باشند برای مردم، و این آزادی در راستای همه اجرای عدالت هست. دولت ها توی همه مسائل ورود نکنند، در مسائل کوچک، در مسائل خصوصی مردم، شخصی مردم، اعتقاد مردم، در مسائل مذهبی دولت ها نباید ورود پیدا بکنند. مردم آزادی مذهبی خودشون را داشته باشند. بسیاری از دولت ها می خواهند که در همه چیز بیایند و همه چیز دخالت کنند. این به ضرر دولت ها هست، این به نظر هر نظام و حکومتی که بخواهد در هر چیز ورود پیدا بکنه، این ضرر میکنه نظام، هر نظامی باشه توی دنیا، اسلامی باشه غیر اسلامی باشه. مردم باید آزادی خودشون را داشته باشن، آزادی بیان باشه، آزادی کلام باشه، آزادی انتقاد باشه، نقد بکنن. هر جا که جلوی انتقاد گرفته بشه، اونجا فساد می آید، اونجا مشکلات می آید. انتقاد انسان می سازه، انتقاد انسان به فکر وادار می کنه. وقتی انتقاد بشه، می دونه ضعف خودش را، و دنبال اصلاح ضعف خودش می شه. لحظه مهمه برای همه دولت ها، برای همه حکومت ها، برای همه نظام های غیر اسلامی و اسلامی. اما باید بکوشن در اجرای عدالت، در اجرای آزادی، در اجرای آسایش مردم. و آسایش مردم مهم و حیاتیه. حق و حقوق مردم، حق و حقوق اقلیت های قومی و مذهبی دینی، هر اقلیتی باشه، اجرای عدالت نسبت به اینها، انصاف نسبت به اونها، رعایت حقوق اونها، اینها میتونه آرامش بیاره، اینها میتونه رضایت فروردگار حاصل بشه.